سالانه هزاران مهاجر از امریکای مرکزی از مرز مکزیکو عبور کرده و به سمت مرزهای ایالات متحده می روند. هماهنگی با منطقه برای رسیدگی علت اصلی مهاجرت وظیفه‌ای بود که به معاون رئیس جمهور کاملا هریس محول شد و او را در معرض انتقادات رقیبش دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق قرار داد. او یک آدم ناکام است. او معاون رئیس جمهور شکست خورده و یک دولت شکست خورده بود و این به خاطر عبور میلیون‌ها نفر از مرزهای ایالات متحده است. هریس فرد بسیار جدی، حکومت در مسائل مرزی نیست، اما در مورد مهاجرت او پیام جدی دارد. من به دنبال باندهای فراملیتی، کارتل‌های مواد مخدر و قاچاقچیان انسان رفتم که به طور غیرقانونی وارد کشور ما شده بودند. دوسیه آنها را تحت تعقیب قرار دادم و برنده شدم. از سوی دیگر دونالد ترامپ در مورد تأمین امنیت مرزهای ما از یک بازی بزرگ صحبت می کند، اما او تنها حرف می زند و وعده هایش را عملی نمی کند. او به تلاش های خود برای کمک به اوکراین و در عین حال جلوگیری از جنگ مستقیم با روسیه ادامه خواهد داد و برای حفظ وحدت میان متحدان ناتو تلاش می کند. همچنین انتظار تداوم در هند و اقیانوس آرام را میتوان داشت. ایالات متحده در مقابل ارعاب و اجبار در بحیره چین جنوبی در کنار فیلیپین می ایستد. در غزه هریس با بایدن همسو است و هدفش آتش بس و جلوگیری از جنگ منطقه است. با این حال با خشم تعداد زیادی از رای دهندگان دموکرات از حمایت قاطع بایدن از اسرائیل به نظر می رسد که هریس با تلفات فلسطینی ها بسیار بیشتر همدردی می کنند. ما نمی توانیم به خود اجازه دهیم در برابر رنج بی‌حس شویم و من ساکت نخواهم ماند. هریس دکترین بایدن مبنی بر رهبری با اتکا به متحدان و شرکا را پذیرفته است و در تهدیدات امنیتی غیر سنتی، ریاست شورای ملی فضایی و ترویج سیاست‌های دولتی در زمینه هوش مصنوعی و اقلیم تمرکز کرده است.